به نام خدای مهربان، عرض سلام و احترام تقدیم همه شما کسایی که بیننده روستا هستین. خوشحال هستم که بازم بنده آصف نوا در خدمت شما هستم. بیننده های عزیز، امروز روزی دوم ماه که در منطقه شریف بابه هستیم و خواستیم که از کلینیک این منطقه که یک کلینیک بسیار خوب و فعالیه یک ویدیو تهیه کنیم و گزارش کوتاه و مختصری داشته باشیم. با ما دکتر هست، میخوایم که با دکتر هم معرفی شیم. سلام علیکم دکتر. علیکم السلام، خوش آمدید. تشکر، سلام علیکم. خوش آمدید. خوش سید محسن سجادی، فارغ سال 1398 از دانشگاه طب خاتم النبیین است. و فعلا عامل کلینیک با ما است. سلامت باشید. زنده باشید. در قدمی اول میخوایم که معلومات بدین در مورد این کلینیک، چند بخش است، چند شعبه و در کدام سطح فعالیت داره. این کلینیک به نام کلینیک CHC یا کلینیک جامعه باوه است که سطح فعالیتش به صورت عموم یک دکتر یا MD است که خودم هستم، دو دانه قابل است و همچنین باقی پرسنل که واکسیناتور است، فارماسیست است و لابراتوار. در مجموع یک کلینیکی است که به صورت جامعه است، یعنی تمام بخش های صحی بجز بخش جراحی در اینجا انجام میشه کارایشون. خیلی عالیه، یعنی تمام بخش ها رو که گفتین رایگان در خدمت مردمه؟ کلن از الف تا یا، یعنی هر چیزی که در کلینیک است رایگان است، نه اینجا حسابی از اینکه دکتر فیس بگیره، بجز اینکه دکتر بعد از اوقات رسمی خود فیس میگیره، اما در غیر صورت تمام چیزش رایگان است. هر چیزی که در کلینیک هست که دولت اینجا مهیا کرده رایگان است، مگر اینکه بعضی وقتا مثلا بعضی دواها نیست و حسابش جداگانه است که باید ما از بیرون نمیشه کنیم تا مشکل مریضا رفع شو. دوا تا چه سطح هست اینجا؟ دوا در مجموع بخش صحت افغانستان که هست حدودا 200 قلم دوا داره در تمام کلینیک ها شفاخانه. که کلینیک ها از ابتدا هم از سبسنتر ساده شروع میشه تا CHC پلاس و در آخر شفاخانه ولسوالی یا ولایتی میشه که در اینجا دوا نظر به رتبه ای که او کلینیک داره برش دوا داده میشه. برای خود ما به احتمال خیلی زیاد که بالای 100 قلم هست و انشالله مشکلات اکثریت امروز رفع میشه. استثناء دیگه خب بالاخره معمول است که سنگ ماش هم در کابل مرز کابل شاید هندستان برو حساب شده کنه. چقدر مراجعین دارین در ما؟ مراجعین تفاوت داره، یعنی در فصل کرونایی ما ماهانه حدودا 1100 نفر داشتیم، ماهانه تا 1500، اما برای فعلا که اوضاع خوب شده از 2300 شروع میشد حدودا تا 3000، یعنی روزی 150-100 حدی معمولش هم 100 میرسه دیگه روزانه 100 مریض. تا چه حد در مشکلات مردم در اینجای قابل حل؟ مشکلات مردم در هر جای، در هر جایی که کلینیک است وابسته به دکتر از کلینیک است، وابسته به این است که در اونجا چقدر مشکلش حل میشه. اگه دکتر توانا بود که تانست و همچنان صداقت در کار بود که احساسی از ایره نکنه که مثلا من خسته شده میگه پا، چون دکتر است مشکلش مکمل حل میشه، چون دکتر است چیزی نیسته. اگر یک چیزی بالفرض در این کلینیک حل نشوه بالاخره در سنگ ماشان به صورت خوب حل نمیشه، امکان داره قابل بره. اما به این خاطر که دکتر است اگر دلسوزی کنه بازم برمیگردیم در دلسوزی دکتر، انشالله که مشکلاتشون به صورت اگر بگویم 100% حل نشوه تا 95% 90% حل میشه. لابراتوار و بخش قابلگی، بخش واکسین، واکسیناتور گفتین، تا چه حد امکانات در اختیار ازی بخش ها قرار داره؟ بخش لابراتوار بدبختانه که بسیار کم است امکاناتش، حدودا 10 مایانه یا 15 مایانه هست ماینات که 10-15 ماینات نه هزینه زیاد بر دولت داره نه بر مریض. تو مریض اگر در جای دیگه هم تست کنه همون تست شده 100 افغانی 50 افغانی شده. اما ماینات اساسی که بخش های لیپید پروفایل است و بخش های تست های LT و ST و مربوط جگر است، اینا که بسیار هزینه هنگفت بر میداره در شفاخانه های دولتی اکثریت نیسته، چون اگر یک لیپید پروفایل به صورت معمول تست کنه شاید 400-500 افغانی شده که در مجموع در کلینیک های دولتی نیست. در مجموع دوا کافیه؟ نه خیر، دوا میفرسته برای یک ماه یا مثلا برای 3 ماه، اما این دوا چون یک مریض اگر آنتی بیوتیک بگیره حداقل باید 7 روز حداقل 14 روز
این دوا به صورت منظم اگر ما استفاده کنیم که بخوایم تداوی کنیم درمان کنیم، همین دوای 3 ماه در ظرف 20 روز 25 روز کاملا خلاص میشه، یعنی 2 ماه دیگه 2 ماه 5 روز دیگه مکمل ما به دوا هستیم. فقط یک سوالی که من در رابطه با ساختمان چیزان ساخته شده ای؟ ساختمان ما خودت قبلا گفتم که من از اینجا نیستم، اما طبق اطلاعاتی که خودم دارم ساختمان حدوداً بالای 200 لک دولت هزینه ساختمان داده، اما جایش مردم خریده جای از اینجا. و بازم هم اطلاعاتی که من پرسون کردم که جایش چگونه خریده شد، 15 لک فانی هم جای از خریده شده یا بیشتر هم شاید خریده شده باشه گفتن نمیتونم. منتها احاطه زیرا فقط ساختمان زیرا دولت ساخت و سازش کرده، احاطهش که هر چی هزینه برداشته مردم کرده، یعنی در مجموع اگه بسنجیم شاید 50-50 شده باشه، 50% دولت 50% خود مردم در اینجا کمک کرده. ما از این نیست، ما اطلاعاتی که ما گرفتیم یکی به صورت مکمل دقیق شرکم است بزیرا اگر خواستین میتونن از نمایندگان هم پرسون کنین. منتها اطلاعاتی که ما گرفتیم همین تک چیز بوده. در مورد برق تا چه حد امکانات داشته؟ برق پیش از او فقط یک جنراتور کلان داشته که ما میتونستیم در واقعیت عاجل شبانه یا ولادی گپا او را روشن کنیم و مشکل مردم رفع شود. یعنی برق که بگیم نبود بودک خوب برق زنده بود، چون یک جنراتوری است که شاید 4000 3000 دلار قیمتی داشته باشه، برقش مکمل بود اما برق 24 ساعته نداشتیم. اما بله الحمدلله که در ظرف حدوداً یک هفته بیشتر میشه که همین موسی که ما فعلا روش هستیم، موسی ادا یک برق 5 کیلووات زنده شمسی به صورت مکمل 24 ساعته در اینجا مونده که ان شاء الله بابت برق دیگه اگر چی ما باشیم نباشیم مهم است که مسئولی که در اینجا باشه از اون نظارت خوب داشته باشه و بیشتر رو نگاه کنه، در آینده انشاءالله برق کدام مشکلی نیست. مشکلات شما در اینجا چی کمبوتات در کلینیک؟ کمبوتات کلینیک بیشتر مرز کدوم، کمبوتات کلینیک بیشتر روی معاینات است. در قدم اول خود دواست، در قدم دوم که است معاینات است و بعد از اون از لحاظ وسایل هم که بگیم ما حدوداً 10-15 قلم اساسی کم داریم. مثلا بالفرض امیالی ما خود ما بخش معاینات گوش وسایلش نداریم، از چشم نداریم، حتی از گلور هم تک وسایل نداریم و همچون میزایی که در اینجا است برای میزای معاینه که اینجا است پشت از چیز این قسمت این میزی است که تقریباً از شاید از 10 سال هم سابقش بیشتر باشد. این یک میزی نیست که برای ما خوشایند باشه و بر مریضم. خب ما یک کاری کردیم که باشه، اینا کم است در مجموع. بله. و به این ترتیب هم که رسیده ای را خود ما قبلا هم یک مستریگم بود به نام ناروی و در کسی که بود اینجا آمد اونا هم یاد داشت گرفت، ما به ما خاطر از ابتدا قدش ما گفتیم که یک مکتوبش چیزی ها بالون اکسیژن هم میگیریم. بالون اکسیژن هست، شما فعلا فقط در معاینه خانه خودیم هستین. خب هیچ مشکل نیست، موضوع طرف شروع میکنیم کلینیک کاملا. یکی از بس انتظارگاه چیز است اوپیدی مردانه است، این طرف او قسمت دواخانه نوشته است، فارماسی اونجا دواخانه است که امروز البته که مریض نمیبینیم به این خاطر که رسمیات نیست. 26 دل است نه؟ اینجا دو دانه تشناب است، بخش بستر مردانه، این طرف هم بستر مردانه است. این بستر مردانه ماست. بخاری در هر اتاق است؟ در هر اتاق ها، در هر اتاق. البته نباسه رو که 24 سال روشن میشه زمانی که مریض آمد روشن میشه که گرم شد و نبود دیگه دوباره حالت خاموش است. دو چهار تنه؟ آه چهار کت اینجا است. نه نه ماشاءالله و گفتم برمیگرده باز فرزی که اگر دکتری باشه که بخوای دلسوزی کنه ایت کسی نیست که بره 8000 10000 در یک شفاخانه شخصی بده که اونجا استراحت باشه، چون این مشکلشون حل میشه. آها کلا هر بخش ما اینجا سرجم 20 پرسنل داریم، یعنی هر کس کارش جداگانه است. اینجا لابراتوار است، لابراتوار نه فضل خدا پرسنال ما هم که هستند آدم های زحمت کش هستند و گارد هم که هست کوشش میکنند که ما هم دیگه کوشش داریم تا حد توانی ما که باید پاک نگاه شده و کارم خوب پیش بره.
نه این یه بخش شعبه واکسین است. این بخش بستر اچس قابلگی تاقی ما این خانه ازدهانه این بخش قابل هستی زرگاه زنانه است و همچنان اتاقی پانسومان است. احتمال داره که پل باشه چون رسمیات نیست. باز اولین مشوره با طبق قبل شش ماه که هست شیر مادر است که دقیقا رو بریر کسی که داخل میشه برزاده که متوجه باشند که شیر مادر بهترین چیز است. بیستری زنانه یارم بختر جمع کرده که روز چیز رخصتی است که بوش السلام علیکم دکتر سید. سلام علیکم. خوب هستین؟ سلامتی؟ سلامت. تشکر. خوش آمدید. سلامت باشین، جور باشین. یک معرفی کنید خود دکتر سید؟ من قبل نازی هستم در کلینک سیرسی بابا دفاعی وزفایم. خیلی عالی. فعلا مریض دارین فکر کنم؟ یک مریض بلادی داشتم که تانوز وقت بلادت چپرا نیستم. امکان داره بعد از ظهر بلادت کنم. ماهانه یا چند وقت بود چقدر مریض در اینجی بخش ولادی؟ ماهانه 28 الی 30 مریض ولادی دارم دیگه مریضای مراقبت های قبل از ولادت اینجا انجام داده میشه دیگه مریضای ولادی رو گرفته میتونیم دیگه مریضای بعد از مراقبت های بعد از ولادت اینجا دیگه کلینیک انجام داده میشه دیگه فامیل پلنینگ یا تنظیم خانواده نیست اینجا انجام داده میشه. دکتر سید اینجا کدام چی امکانات را در اختیار داریم؟ این کلینیک را موسی ادا پیش مبره و تمام امکانات چه تا حد امکان خیلی خوبه مخصوصا برق قبلا برق نداشتیم ولی موسی ادا برق را فعال که در 24 ساعت برق هم داریم امکانات چه خیلی امکانات مجهز کلینیک خوب دوا از نگاه دوا که بخشه میزه خانمای باردار پره میه ولی بخشه دیگه مریضا که چون زیاده مکمل نیست. خیلی عالی. شیشه هم فکر کنم به اینش هم آره یک دانه انکوبیتور ده اینجا دو دانه بی بی وارمره یک شده ولادت خانه یک شده اتاق پینسیه که یا دمی مدتی چند روز که برق نوام ده یا فعال ده. خیلی عالی. مشکلات چیه در اینجا؟ مشکلات اساسی که اینجا وجود نداره فقط امیه که یک دکتر نسایی ولادی باشد اینجا که با ما همکار باشد چون اینجا کسی ضرورت داره به دکتر نسایی ولادی یا متخصص نسایی ولادی باشد بسیار خوب میشه. دکتر نسایی ولادی در خود پرسنل نیست دیگه نه؟ نه اینجا فقط دو قابله پای وظیفه میکنه قبلا وجود داشت مثلا دو سال پیش یک متخصص نسایی ولادی در کلینیک بود. از لحاظ شستشو یعنی اتاقات میشه آب کلینیک چی رقمه؟
آب کلینیک خیلی خوب، آب آبی صحیحه که از چای عمیق اینجا دولت بخشش جور کردن از او استفاده می‌کنن. توسط شناور آب می‌گیرید؟ نه آب ده نلاه. نلاه که صاف وجود داره. در این مدت چند روز یخ زدد بازال نلاه باز شده. خیلی خوش آشتم. تشکر تا پیسه. زیاد خوش شدم. موفق باشید. تشکر دوستان عزیز که تا این دم با ما بودید. خدایا رو نگهدارتان.